فریبوز مجاره زنگ زده از تو بازداشتگاه فن. اومدم واسه خدافظی. من دارم میرم. فقط هم تو میدونی آرمان. فردا اگه اتفاق برام بیفته رو حساب کنم. اگه باز دوباره شرکت بکشیدن چی؟ من نباشم حسابش با پدرش. بابات زنگ زد به فرید داستان زیبا رو بهش گفته. من اگه با یه زن 10 سال بزرگتر از خودم رابطه دارم، میخوای بگم شما با کیا رابطه دارین؟ یه جانشون برادر بزرگتر من فرید هست. تو یکی که دستت گردنم خیلی بهتر افتاده. من آدم اووردوز میکنم من عکس. هزار سالی بهت نگفتن باجوی رو روغن نزن که این مورا به چرخه غلط کردی کوز جواب من نده ها کارت تو درست انجام بده جواب من نده کوز ساره جواب من نده سر تو میکنه تو اینجا لاتسیکا مدلکی ها غلط کردی چی شده مجده کارش درست انجام نمیده کوز من آدمش کن چشم آقا این بچه کارش از تو بهتر انجام میده کوز ساره این یاد بگی این سری ببینم کارت تو درست انجام ندی که من میدونم تو جواب من نده کارت تو انجام بده بوس برد نشستی واسه خود بندری میزنی ها؟ فردا به قاسم آباده میزنم علیک سلام دایی من چیکار کنم با تو آخه مگه من نگفتم کار تعطیل مگه من نگفتم فعلا هیچ کاری نمی‌کنیم اینا بیخ گوشمونن حالا چی شده مگه چی شده اگه تله باشه چی اگه ردتو زده باشن چی اگه اینا پلیس باشن شنودت بکنن چی چیزی با تلفن نگفتیم چیزی با تلفن نگفتی نه. اون دفعه از تو بازداشتگاه زنگ زدی الانم اینجوری کردی بابا فریبرز به من مشکوک شده اینو بفهم این آدم تیزیه مام که تابوندیمش که فکر می‌کنی تابوندیش این طرف داره کی آورده همین امیر کروم امیر امیر ستوده کجا یه رو خونه بزن کروم امیر مجده کنم آقا بینجا بینم کنم آقا بینم میتونی یه کاری بکنی عثمان موکره تم هستم آقا گوشی امیر رو بپیچون از چند تا تماس آخرش یه عکس واسه من بگی برگی چیزی شده آقا؟ سوال نداری کاری که بهت گفتم بکن یه تومن بهت بده چشم آقا نفهمه خیال تخت آقا بوده چشم داشت نخسته مرسی گوشی تو میدی؟ میخوای چیکار؟ بده خب میخوای چیکار؟ میخوام یه زنگ بزنم به کی میخوای زنگ بزنی؟ بده تو میخوام زیدیم زنگ بزنم آخه خودت تلفن نداری؟ چرا با دو روز زنگ میزنم جواب تلفن هم نمیده ریده تو اصلا بیا تو هم زشن بزن نیه زیاد حرف نزن یا شارژ ندارم باش قیافت چرا اینجوریه؟ من هم خراب کرد کارشو بفت بیدم بدت میکنم حالا قطعه بدت میکنم چیکار کردی؟ بیا آقا این چیه؟ گوشیشه من به تو میگم برو عکس بگیر گوشیش برای چه خود گوشی آوردی این راحت تر آخه رمزش کاری نه آقا آخه این بیشور همیشه با دست گریستی رمزش رو باز میکنه آقا بیا دایی یک کنیم بزن به کارت این کاری نکردم قابل شما رو نه آقا بزن این واجبه پس بی زحمت میزنی تو صادرات هم بزنید آقا چشم خوش آمد خوشت اومد؟ نگفتم به ما شک کرده نگفتم حواسش بهمون هست نگفتم بیخ گوشمونه همه نه تو گوشی فهمیدی؟ شماره فریبرز تو گوشیش بود یا ابوالفضل به بازی ما میده
این چک برات نوشتم که دستت خالی نباشه. به یکی از دوستام سپردم که کاری چیزی برات تو شرکتش پیدا بکنه. بالاخره باید دستت تو جیب خودت باشه. لطف کردین آقا. این لطف شما رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. کلاستو می‌بینی دیگه نه؟ بله آقا بله میرم. بچه چطوره؟ خوبه. الان چند وقت که اومده پیشم؟ زنت هم میاد. نگران نباش. خیلی زن سختیه. خواهرزاده شما هم که کار خیلی سخت کرده. وقتی اون روز تو رو با اون حال و روز دیدم خواستم کمکت بکنم، دو تا نیت داشتم. یکی این که ترکت بدم و برات گردونم به زندگی، دوم این که اگه سالم برگشتی شاید زنت هم برگرد، آرمانم بره دنبال زندگی خودش. علاقا میدونم، همیشه دعاتون کردم. اگه شما نبودی الان معلوم نبود من تو کدوم جوب افتاده بودم یا داشتم میمردم. اینو نگفتم که ازم تشکر بکنی. میخوام بگم که از این به بعدش دیگه خودت ربط داره. حالا این تویی که باید آرمانو کنار بزنی. چرا که نه؟ پول داری، خونه داری، خوشتیپم که شدی، حالت هم خوبه. از همه مهمتر پدر بچه‌شی. این تو رو یه قدم میندازه جلوتر. همه تلاشمو میکنم. چه زنت برگرده چه بر نگرده، من حالم خوبه که ترکت دارم و برات گردونم به زندگی. اگه هنوز عاشق زنتی واسه عشق تلاش کن. دم شما گرم. آدم مثل شما این روزا کم پیدا میشه. مرد باش، مثل یه مرد رفتار کن. من زنتو دیدم، زن محکمیه. بذار بفهمه که میتونه به تکیه بکنه. ولی من فکر میکنم زیبا دیگه دلش با من نیست. خواهرزاده شما جوونه، پولداره. نه، پس هنوز زنتو نشناختی. تو فکر میکنی زنتو به خاطر پول آرمانه که باش ارتباط داره؟ نه، آرمان بچه زرنگیه، زنانم خوب میشناسه. اون دل زنتو به دست ها بوده، دلش رو به دست بیار. بله، نگران نباش، درست میشه. کجا هم اووردی ما رو؟ کار سنگین شد. اگه به تو بود حتما میخواستی منو ببری جیگرکی. جیگرکی هم نه، ولی دیگه سارا رو تو وان نیارن مرا. حالا این دفعه من دعوت کردم، دفعه دیگه تو دعوت کردی هر جا دلت خواست میریم. خوبه؟ بازم خیلی داریم همون دعوت میکنیم، یه چیزی بینمون هست. چرا این مدلی حرف میزنی؟ مدل فریبرز دیگه، همش میخواد بفهمه یه چیزی بین کیو کیه. حالا چیزی بین من و تو هست یا نه؟ من که خیلی وقت اون برخیام و منتظر بایستدم. یه چیز تکراری بگم ناراحت نمیشی؟ خیلی دوست دارم. این تنها حرف تکراریه که آدم از شنیدنش خسته نمیشه. فقط یه چیزی هست که تو باید بدونی. چی؟ بگو. لیلا مادرت؟ مادر من مخالف ارتباط من و تو. ببین سارا، من خیلی فکر کردم. راستش اگه حضور تو نبود من حتما نمیتونستم اینقدر راحت فریبرز و خانواده صبوری و کنار خودم تحمل کنم. ولی نمیدونم لیلا رو چیکار کنم. از حسی که به من داری هم ممنونم هم خیلی خوشحالم. مطمئنم اگه لیلا بود حس تو رو نسبت به من میدونست و منو میشناخت اصلا مخالفت نمیکرد. لیلا هست. زنده است. شوخی میکنی؟ لیلا نمیخواد با خانواده صبوری روبرو بشه، برای همین به ما گفته که بگیم مرده. چی داری میگی؟ فریبرز سر قبرش رفته، خودت بردیش. میدونم، اون قبر ساختگیه، خالیه.
باورم نمیشه. این اصلا چیزی نیست که بشه قایمش کرد پیمان. لیلا نمیخواد زندگی فریبرز خراب بشه. مخصوصا الان که فهمید اونا قرار بچه دار بشه. من فکر میکنم اشتباه میکنین. فریبرز باید بدونه حقشه، خودش باید انتخاب کنه، خودش باید تصمیم بگیره. من فکر میکنم حق با لیلاست. در مورد خودمون چی؟ اونو محلش میکنم. بذار من باش حرف بزنم پیما. با هر دوتامون زنیم، همون میفهمیم. باید منو بشناسه. لیلا یکم شرایطش خاص، افسردگی شدید داره. یه مدت آسایشگاه بستری بود، الان هر ضربه روحی یا فشار عصبی میتونه اونو به حالت قبل برگردونه یا شاید حالش رو بدتر کنه. خیلی موقعا میخواد تنها باشه، حتی منم نمیبینه. خب فکر نمیکنی اگه با فریبرز حرف بزنه گره ذهنش باز میشه، میتونه کمکش کنه؟ این خیلی شوکه بزرگی براش. همین که از علاقه من رو تو خبردار بشه داغون میشه. متاسفم. این اون چیزی بود که من رو دو به شک کرده بود برای نزدیک شدن و مستقیم حرف زدن با تو. شما یه دقیقه تلفنم رو جواب بدم الان میام. الو پیما. الو بگو. زنگ زدم به امین گفت دوستم نداره. گفت هیچ وقت دوستم نداشته. گفتم به این صبوری ها اینجوریه. بهتر برو به زندگیت برس، مطمئن باش اتفاقای بهتری برات میفته. چی بود بابا این جوجه قناری؟ آره تو از اول راست میگفتی، ولی حالم خیلی خرابه. درست میشه، کم کم درست میشه. یه خورده زمان بده به خودت. به من الان جایی هم نمیتونم با حرف بزنم. حالا دیدمت با هم صحبت میکنم. باش، مواظب خود باش. میبینمت. باور چو داداشم. من نمیفهم چجوری آدم میتونه اینقدر نسبت به خانواده کینه داشته باشه. مشکل این با صبوری ها چیه؟ این اواخر خیلی اتفاقای عجیبی تو خانواده صبوری افتاده. ماجرای آرمان، پیدا شدن تو، امین، نیکی، قضیه سیما، زنده بودن لیلا، الانم که داستانه فرهاد. داستان فرهاد چیه؟ یه عکس با یه دختره فکر کنم 20 سال خودش کوچیک‌تر گذاشته تو اینستاگرام. از شعر زیرش معلومه رابطه بینشونه. پس لیدا چی میشه؟ اصلا نمیدونم چه خبره. امشب میای خونه ما؟ وصل فریبرز نرم، میخواد سوال پیچم کنه. فکر نمی‌کنی وقتشه که به سوالاش جواب بدی؟ نیستن؟ کی؟ رئیستون دیگه. هستم توی ساختمونم. ما هستم تا بیاد پس. بیرون باش. ما هستم تا بیاد. نمیتونم برم وسط، دیدم خلاف ملاف که. بیا برو بیرون. آقا دست من نزن. دست من نزن برای بعد میشه. من برادر خانم جناب سرنگ صبوریم. پس لطفاً بیرون باش. اینجا چیکار می‌کنی؟ بهشون گفتم جناب سرنگ بیرون باشم، منتظر شما. میگم برادر خانم شما. شما بیرون باش. گفتم برات بد میشه.
برادر خانوم؟ دیگه اینم قبول نداری؟ برای چی اومدی اینجا؟ قولن سورپریز برای تو بودن. گوش میدم. گورکن مگه نمیخواستی؟ تو که گفتی نمیشناسمش. الان نمیشناسم. اما میتونم بکشونم سر قرار. چطوری؟ یه پارت اسکناس تقلبی کار درست اومده دستم. از کجا؟ یه رو تو شهرستان زده میخواد تهران آبش کنه. خب چطور میشه به گورکن رسید؟ با همونا. نمیفهمم. یه ذره از این اسکناس ها میدیم تو بازار، گورکن خودشو نشون میده. چون اسکناس با این کیفیت کم پیدا میشه. یعنی خودمون اسکناس تقلبی بریزیم تو بازار؟ یه ذره. وقتی اسکناس بیاد تو بازار، گورکن میفهمه گاراژ من بوده، با من میخواد قرار بذاره. منم باش قرار میذارم، شما میام میگیرینش. تو مثل که فیلم زیاد میبینی نه؟ آره ساده به نظر میاد، اما فقط با من شدنیه، اونم با یه شرط. چی؟ پرونده من و امیر پاک پاک بشه. پاک. فکر کن گاراژو میخوایم تعطیل کنیم، مثلا چه میدونم بقالی بزنم، اما پرونده پاک. آخه تو شرایطی نیستی که بتونی برای قانون شرط بذاری. گورکن اینقدر مهم هست که بشه واسه قانون یه شرط کوچولو گذاشت. به شرط اینکه این کار درست انجام بشه. دست گورکن رو میزنم دو دستت. خیلی اهل چای نیستم، فرهادم که نباشه دیگه اصلا نمیخورم. منم چای نمیخورم. بشین، میخوام با حرف بزنم. چرا وقتی فرهاد خونه بود نیومدین؟ من میخواستم با خودت حرف بزنم. خودتون از عکساتون قشنگترین. واقعا؟ ببین هدیه جان، یه چیزایی هست که حتما باید بدونی. در مورد؟ من، فرهاد، خودت. چی؟ تو میدونی رابطه من و فرهاد تو چه سطحی بوده؟ یه چیزایی شنیدم، این که با هم دانشگاهی بودین، هم رشته بودین، قرار بوده که یه کاری هم با هم شریکی انجام بدین. خیلی بیشتر از اینا بوده. من و فرهاد با هم قول قرار ازدواج داشتیم. موقع که آلمان بود من کمکش کردم، حمایتش کردم، کنارش بودم. خانواده هم تو جریانم. ببین هدیه جان، همه چیزو فرهاد راجع به تو به من گفته. قرار بود ازدواجتون سوری باشه تا تو برادر تو از اون شرایط نجات بده، همین نه بیشتر. عشق دیگه به وجود میاد. ممکنه ترحم، دلسوزی اینا باشه. ولی من فکر میکنم فرهاد تو دروسی شما گیر کرده، وگرنه انتخابشو کرده. حتما این اینستاگرامش هم دارین دیگه، یه نگاه بندازین. دیدم. یه متنی هم زیرش نوشته، اونم با دقت بخونی. خوندم. به نظرم فرهاد گیر افتاده، همین. چرا باید گیر کرده باشه؟ اصلا شما چه نسبتی باش دارین؟ که چی؟ من زن قانونیشم. این یعنی انتخابشو کرده. منم نمیتونم کمکی بهتون بکنم، چون تصمیمیه که فرهاد گرفته. الان فهم کنم حرفامون تموم شده. من کلی کار دارم که باید انجام بدم. ولی یه چیز دیگه هم هست این وسط که باید بدون. چی؟ چی؟ خانواده فرهاد تو رو هیچ وقت قبول نمی کنن. شما نگران اون نباش، همونطور که فرهاد منو قبول کرده اونا هم قبول میکنن. باشه، من فکرم با حرف زدن میتونیم حلش کنیم، ولی مثل اینکه نمیشه. ببین خانم، من فرهادو با چنگ و دندون به دستش آوردم، به همین راحتی هم از دستش نمیدم، حالا هر اتفاقی که میخواد بیفته. بعدش هم به نظرم بهتر شما دنبال یه شریک دیگه بگردی، چون من دوست ندارم شوهرم با کسی همکار باشه که بهش چشم داره. ببین دختر جون، در همیشه روی پاشنه نمیچرخه. میبینمت.
به چی فکر میکنی؟ چرا غذاتو نمیخوری؟ میخورم یواش یواش یکم یه میلم. یاد دفعه اول اومدیم اینجا چی بهت گفتم؟ اونجا نشستم گفتم دلم میخواد یکی مثل تو کنارم باشه. یادته؟ یادم. خوشحالم که کنارم. خیافت دیدن داشت عشان که هم برده بودیم. من کم بیارم. یه دفعه خودت اومدی دیدی گرفتار شدی. پشیمونی؟ به خاطر تو پشیمون. بهت قول میدم هیچ اتفاقی نمیفته. مینویسم امضا میکنم. همه چی درست میشه، خوب میشی. بعدش خوش میگذره. میگم زیبا اگه باید بگم بریم مسافرت دوست داری کجا بری؟ هر جا میگی بریم. تو حاضری هر کاری بکنی هر جا بری فقط شیمی درمانی نشیاره؟ وقتی شیمی درمانی شدی حالت خوب شد دوست داری کجا بری؟ یه جا که برف باشم. جایی که کوه باشه. هر وقت رفتم کوتاه بستون یه ذره برفم نبود. بهت قول میدم اولین برفی که بیاد بزنیم به جاده. این روزا که برف کم میاد. تو کوه برف هست. میبرم بهت قول میدم. بخور غذات سرد میشه. وای چه خونه بزرگیه، چقدر خفنه. خفن؟ چیزی نمیگم، خیلی قشنگه. اینجا محل سکونت خاندان صبوریه. اون طبقه بالا خونه خواهرم فریده و برادر بزرگم فریده. این پایینم که داریم میریم خونه فریبرزه. آقای پلیس؟ بله، از طرف آقای پلیس احضار شدیم. فرهاد من جانم. فشارم افتاده، یکم میترسم. بیشتر از یکم معلومه ترسیدی. ولی نترس، بالاخره باید خانوادمو ببینین دیگه. من خودت نمیخواستی. چرا؟ ولی الان میترسم. نه فقط هدیه جان ها. اگه یه موقع یه چیزی گفتن یه برخورده کردن تو به دل نگیر، خب نشنیده بگیر به رود نیار. چی بگم مثلا؟ فوشموش بدن؟ تو تاله از من فوش شنیدی؟ نه. پس خانوادم هم این خودم هم دیگه، نه فوش نمیدن. منظورم کم ملی و اینجور چیز هست. اشکال نداره، اونا هم حق دارن. فرهاد من به خاطر تو هر کاری میکنم. عزیزم من مطمئنم خودت انقدر شیرین و خوب هستی که دل اونا رو هم به دست میاری. خیالت راحت، نترس، برو بریم. کوچولوی نصری بامزه از شیرینه. من واقعا مغزم هنگ کرده. خانواده ما چقدر کارهای عجیب غریب میکنن تو این چند وقت. از وقتی پیمان اومده یه روز بدون شوک نداری. بهت بر نخوره. منظورت چیه؟ حالا زشت پچ پچ میکنیم، قندونارم با خودت بیار. خوش اومدین. دست شما درد نکنه نسرین جان.
ممنون. واقعیت اینه که من میخواستم امشب با تو حرف بزنم، اینم که داستان چیه، خود داستان آورد اینجا. راستش به نظرم وقتش بود که دیگه این موضوع رو همه بدونن. مگه چند وقته؟ یه چند ماهی میشه. 6 ماهه. تو که 3 ماه از آلمان اومدی. بله درسته 3 ماه اومدم، ولی قبل از اینکه بیام اینجا 3 ماه بود که برگشته بودم ایران، ولی اینجا نیومده بودم. توی مدت کجا بودی؟ پیش ایرج. ایرج دهنش خورسه. من بهش گفته بودم به کسی چیزی نگه. خب حالا اگه میشه تعریف کنیم قضیه چیه. راستش داداش چطوری بگم؟ شما بگوید یه خانم. ببخشید من کمی هول کردم، ولی سعی میکنم همه رو درست بگم. آخه نیست شما پلیسین، آدم بیشتر استرس میگیره. شما خیالت راحت باشه، من اینجا برادر فرهادم، پلیس نیستم. بله راستش من تو پرورشگاه بزرگ شدم با داداشم حمید، اون 6-7 سال از من کوچیکتره. بابامون توی تصادف فوت کرد مرد، مامانم هم قبل از بابام مریض بود، به خاطر مریضیش فوت کردش. فرهاد اون اولاش، یعنی همون 6-7 ماه پیش، به اسم خیر میومد پرورشگاه کمک میکرد. بعد که حمیدو دید سرپرستیشو قبول کرد، خرجیشو میداد. تازه بعضی وقتا هم میذاشتم با حمید بره بیرون، که منم همون موقع فرهاد دیدم. فرهاد یادته؟ دیگه شد من به سنی رسیدم که باید دیگه از پرورشگاه میومدم بیرون. آخه 18 سالم تموم شده بود. بعد برای اینکه بتونم حضانت دادشمو بگیرم بیاد پیش خودم با هم دیگه زندگی کنیم، قرار شد با یکی از آشناهای همون که 30 سال از من بزرگتر بود عروسی کنیم، که اونم راضی بود حمید با ما زندگی کنه دیگه، تا اینکه سر کله فرهاد پیدا شد. دیگه فرهاد مخالفت کرد، گفت نه من نمیذارم و از این حرفا، گفت من سوری عقدت میکنم، خرجیتون رو میدم، براتون خونه میگیرم که اینطوری بتونی حمیدو بیاری حضانتشو بگیری. بعد از چند وقت هم از هم دیگه جدا میشیم. حالا من حواسم بهتون هست، نمیذارم بهتون سخت بگذره. دیگه همون موقع بود که من عاشقش شدم، من عاشق فرهاد شدم. ولی از اونجایی که فرهاد میخواست ازم جدا شه، من دیگه همه تلاشمو کردم که اونم دوستم داشته باشه، اونم عاشقم بشه، ولی نمیدونم حالا دیگه. فر شدی؟ فکر کنم موفق شدم. بله اینجوری به نظر میرسه. یعنی در واقع شما الان زن و شوهرید دیگه؟ بله خونه ایرج هم زندگی میکنی. خونه ایرج؟ ایرج خودش کجا زندگی میکنه؟ اون شبا رستوران میمونه. من باز میکنم. خوشحال شدیم تو رو دیدیم. سلام. سلام. بیا تو. سلام. به فریبرز بگو یه تو کباب بیاد دم در کاش دارم. چیزی شده؟ بهش رو بیاد. باشه. بیا تو. فری بورس یه دقیقه بیا. جناب فرید دم دره. او چرا میاد تو؟ گفت شما برید دم در. آیفون که بود؟ پیمان بود در زدم میاد تو. چی شد سر کی بود؟ چرا میاد تو؟ همینجا بگید تو. چیزی شده؟ فرهاد این دختر این تو هم؟ آره. تو میدونستی داستانشون چیه؟ منم تازه فهمیدم. فرهاد چرا این کارو کرده؟ اصلا انتظاری همچه کاری ازش نداشتم. کار خیر و کمک و بعدم یه ازدواج. سلام. سلام آبا جان. سلام آبا جان. تو سرما هستدی؟ داریم حرف زنیم. برو تو ما هم میهیم. چیه؟ 10 سال پیش یه شب فرهاد با ماشین میزنه به یکی و در میره.
دمدمای رفتنش به آلمان بود. بعد یارو مرد. من زودتر کارشو کردم که بره آلمان تا آبا از آسیاب بیفته. این دختر، دختر همون باباییه که مرده. خیرخواهی از روی عذاب وجدان. آقا پیمان سلام. سلام. اینجا چی کار میکنی؟ در ببستم. بابا تو فرید نمیدی؟ دم در ندارم آقا. بزارم. مبارک باشه. قربانت ممنون. فرید من الان اومد این موضوع بدونم. این چیزیه که هر چقدر آدم های کمتری با خبر میشدن بهتر بود. همه چیز تموم شده بود. خود دیوانش دوباره شروع کرد. برای شما تموم شده بود داداش، ولی این من بودم که 10 سال تو غربت با عذاب وجدان زندگی کردم. به خدا پدرم در اومد. آخ مرد حسابی، آدم با عذاب وجدان به زن میگیره. فراد جان من الان باید بفهمم که تو یکی زدگی در رفتی. من همون موقع به فرید گفتم باید به شما بگیم، با شما مشورت کنیم. گفت نه، کسی ندونه بهتره، منو به زور فرستاد به هم آلمان. فرید من نمیدونم چه تصمیماتی که تو در مورد آدم ها و زندگیشون میگیری. من نمیفهم تو این خونه هیچ آدم دیگه ای وجود نداره که طرف مشورت شما باشه. مثلا کی؟ همتون که دنبال کارهای خودتونین، این منم که تنهایی باید بار مسئولیت همتون رو دوش بکشم. اصلا چرا تو باید در مورد همه تصمیم بگیری؟ من الان تصمیم گرفتم، هدیه‌ام زنمه، ببخشیدا. پس لیدا چی میشه؟ باش صحبت میکنم بره دنبال زندگیش. با همین راحتی؟ من بعید میدونم لیدا دلش بخواد با کسی زندگی بکنه که بدون فکرش بشه کس دیگه ایه. آخه دیوانه، اگر باد به گوش این دختره برسونه که تو قاتل باباشی، میزنن تیک پارت میکنن که. شما اگه نگی باد به گوش کسی نمیرسونه. گوش کن چی میگم. تو باید بری موضوع رو بهش بگی. این چیزی نیست که پنهان بمونه. بالاخره دیر یا زود میفهمه. بهتره که از خودت بشنوه. باید بری بهش بگی. این حقشه که بدونه. الان گیج شدم، باید فکر کنم. بعدم نمیخوام از دستش بدم. نزار دیر بشه. حالا میفهمی که 10 سال پیش واسه چی نذاشتم بهش بگی؟ چون اون موقعم تشویقت میکرد که بدبخت و تو سری خور بمونی. حالا میفهمی که چرا باهات مشورت نمیکنم؟ به خاطر اینکه کلا راه و روشت غلطه. شب بخیر. باید بری بهش بگی. اون باید بدونه با کی داره زندگی میکنه. اون باید تصمیمش واقعی باشه. بعضی وقتا یکی صبح پا میشم آشپزی میکنم. همه چی پیش در میخواد. یاد میگیری کم کم. کتاب آشپزی بگی، اینترنت خیلی راحت. باید درست کنید. مامان کجا؟ با شما هم کجا؟ میرم همونجا که باید باشم. چی شده باز؟ من اضافه هم میدونم اینو، من مانع شدم. اگر نه تو تا حالا 100 بار رفته بودی خواستگاری سارا. آخه رو چه حسابی حرفو میزنی؟ من بچه خودم رو بهتر از هر کسی میشناسم. پیمان تو عاشق سارا شدی. اون خواهر بی معرفتت پریام که رفت عاشق پسر فریده شد. اونا با زندگی من و آینده بچهای من چیکار کردن؟ بعد بچهای من چیکار کردن؟ عاشق اونا شدن. آخه برای چی منو با پریا یکی میکنی؟ من خودم سر این قضیه 100 دفعه با اون دعوا کردم.
بعد ماجرای من و سارا فرق میکنه. تو میدونی من دارم براش نقش بازی میکنم. تو مطمئنی داری براش نقش بازی میکنی؟ فکر نمیکنی یکم نقشت جدی شده؟ آره مطمئنم، ولی من مطمئن نیستم. دختره درگیرت کرده. روخت برای چی داری اینو به من میگی؟ تو سرتو میزنم، تهتو میزنم خونه فریبرزی، بعدم که هر روز شرکتی باهاش، شام و نهارم که با همین. مامان اینجوری به من نگو، قربونت برم. اینجوری نگو مامان، من یه تار موی تو رو به هیچی نمیدم، با دنیا عوض نمیکنم. بده من اون ساکتو. فلکم پیمان، میخوام برم. من بهت ثابت میکنم در مورد من داری اشتباه فکر میکنی مامان. پیمان تو رو خدا، فقط نذار فریبرز بعد از این همه مدت به اون چیزی که میخواد برسه که من همه چیزمو ببازم. من بهت قول میدم یه کاری میکنم، همشون بیان جلوت زانو بزن ازت معذرت خواهی بکنم. بهت قول میدم. من نمیخوام کسی ازم معذرت خواهی کنه، من میخوام اونا تقاص پس بدم، به خصوص فریبرز و نسرین. باشه قول میدم بهت. برو تو. منی اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم. پناه منی تکیگاه منی، که زمزمت مانده در گوشم. گناه منی بی گناه منی، که بار غمت مانده بر دوشم. بهانه من بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم. خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه Thank you.
صدای تو هم، پا به پای تو هم، تو میبریم رو به خاموشی، غریب ترین عاشقان تو هم که میکشدم این فراموشی. تمام منی ناتمام منی، چه بغض بدی در گلو دارم، بیا و بگو فکر حال منی، ببین که هنوز آرزو دارم. بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. بهانه من، باز خانه من، گرفته دلم گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم. پرستار یه زنی؟ آرمان هیچ وقت این کار رو نمیم، مگه اینکه این زنه جادوش کرده. کار دارم باید، خیلی طول نمیکشه آرمان برگرده. دیگه نمیخوام ببینم ات هیچ وقت. گیری نکنم، برو سوش. این بچه قابل حدس نیست، زندگی هدیه نابود میشه. مجبورم نکن یه بلایی سرت بیارم، ولی اون روزی رو به دیگه ازش دید. بچه ناز باید بیفته. میشه نسرین اینجاست؟ ببین پرویز، من گورکنه میخوام همین امروز. رسیدم، زنگ میزنم یه پایین. به من اومدم همونجا که گفته. سوژه همی الان وارد پارکینگ شد. من نمیرم طرف پارکینگ. داره با آسانسور میاد بالا.